بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما شایقین سیستم عامل لینکس. خوش آمدین به یکی از دروس دیگری آموزش مدیریت سیستم عامل لینکس یا لینکس سیستم ادمنستریشن. در این درس ما شما روی تیوری دسکتاپ انوایرمنت یا محیط های دسکتاپی که از طرف سیستم عامل لینکس به شما فراهم میشه صحبت میکنیم. در این جلسه ما شما با بعضی از اصطلاحات آشنایی حاصل میکنیم که باز در دو درس بعدی انشاءالله که در بخش کارهای عملی هست که ما شما به محیط گرافیکی سیستم لینکس آشنایی حاصل میکنیم به درد ما خواهد خورد و اکثریتی از مفاهیم را به ما شما ساده خواهد ساخت. بنابراین ما شما از دی جلسه روی یوزر انترفیس یا محیط هایی که به یوزر فراهم میشه در داخل سیستم لینکس صحبت میکنیم. یک دسکتاپ انوایرمنت چی هست، چطور تطبیق شده داخل سیستم لینکس، نوم چی هست، نوم انوایرمنت و کری انوایرمنت، بالای اینا ما شما صحبت میکنیم. همچنان در اخیر ما شما بالای کری پلازما صحبت میکنیم. پس امید است که این مجموعه یا این ویدیو به شما مفید واقع شه. خب در کل سیستم لینکس به یوزرهای خود دو قسم محیط را یا دو قسم انترفیس را فراهم میکنه که یکی کمند لاین هست، کمند لاین انترفیس یا سی ال آی هست که تمام کارها توسط کمند های دستورالعمل های اجرا میشه و معمولا در سی ال آی ما شما چیزی داریم در داخل سیستم لینکس به نام شل که شل در حقیقت مو اینترپریتر کمند هایی است که از طرف یوزر وارد میشه. پس شل مسئولیت فراهم کردن محیط سایل سی ال آی در داخل سیستم لینکس به یوزر هست و معمولا شل های متفاوت در داخل سیستم لینکس موجود هست که اغلبی از سیستم دیستریبیوشن های سیستم لینکس امروزه از بش یا بورنگین شل استفاده میکنه، ولی شل های دیگه را هم شما میتونیم استفاده بکنیم مثل زی شل و مثل بورن شل و دیگه شل هایی که هست. محیط گرافیکی ریکس سیستم لینکس فراهم میکنه. توسط محیط های گرافیکی هم دسکتاپ انوایرمنت یا محیط دسکتاپ را برای یوزر فراهم میکنه که در داخلش تولز های گرافیکی قرار می داشته باشه و معمولا محیط گرافیکی در داخل سیستم لینکس توسط X11 یا ویلند فراهم میشه که X11 و ویلند هم دیسپلی منیجر های هم پروتکل های هستن که به خاطر فراهم کردن سرویس گرافیکی در داخل سیستم لینکس فراهم میشه و از اینا استفاده میکنن. محیط های دسکتاپ متفاوت یا دسکتاپ انوایرمنت های متفاوتی در داخل سیستم لینکس فراهم میشه که مشهورترینش نوم، کیدی و سینامون هست، ولی دیگه محیط های گرافیکی هم در داخل سیستم لینکس ما شما می داشته باشیم که بعدا هم روی اونا ما شما آشنایی حاصل میکنیم. خب اول خوب است که ما شما بفهمیم خود دسکتاپ انوایرمنت چی است. هدف از دسکتاپ انوایرمنت یا محیط دسکتاپ یا دی ای همون محیط گرافیکی هست که در داخل سیستم لینکس به یوزر فراهم میشه و معمولا محیط گرافیکی که فراهم میشه مجموعی از پروگرام ها و مجموعی از سرویس هایی را که به رن می داشته باشه تمامش توسط گرافیکال یوزر انترفیس ما شما میتونیم اکسس بکنیم و توسط گرافیکال یوزر انترفیس ما شما میتونیم توسط امرای زو کار بکنیم. خب در یک دسکتاپ انوایرمنت ما شما معمولا بتن ها را می داشته باشیم، معمولا ما شما ویندو باکس ها را می داشته باشیم، اینپوت باکس ها، آوتپوت باکس ها، کامبو باکس ها و رادیو بتن ها و انواع متفاوتی از نمادها و سیمبل های گرافیکی است که ما شما میتونیم توسط اونا همراه سیستم خود کار بکنیم. پس یک دی ای یا دسکتاپ انوایرمنت یک محیط گرافیکی است که به یوزر اجازه میده همراه سیستم به صورت گرافیکال کار بکنه. در اوبونتو 20.04 که ما شما در درس های قبلی اینستال کردیم معمولا از قبل از دسکتاپ انوایرمنت نوم 3.36 استفاده میکنه که بعدا ما شما روی نوم صحبت میکنیم و همچنان در Red Hat Enterprise Linux 8 که فعلا 2020 هست که امی آر اچ ال 8 در زیاد محیط های بزنس استفاده میشه، دو هم همون محیط دسکتاپی که فراهم میکنه نامش نوم هست و نوم هم نوم سیوم یا ورژن سیومش هست و دیگر محیط های دسکتاپی که در سیستم لینکس فراهم میشه KDE هست که مخفف K Desktop Environment هست، EDE هست Educational Desktop Environment، CD هست، MET هست، سینامون، بجی، LXDE، XFCE و دیگه محیط ها را تقریبا با صدها محیط های دسکتاپ در داخل سیستم لینکس با شما فراهم میشه که هر کدام از اینا از خود یک نام مشخص می داشته باشه و هر کدامشان لوکین فیل یا مو ظاهر متفاوت را می داشته باشن. به خاطر که شما در مورد ای که دسکتاپ انوایرمنت های مثل CD و MET و سینامون اینا چه قسم
ظاهرشان چه قسم هست و معمولا توسط کدام کمپانی ساخته شده، در کدام دیستریبیوشن ها استفاده میشه. به او خاطر شما در این لینک ویکیپیدیا را که شما میبینین میتونید به این لینک برین و در مورد مطالعه بکنین. ما شما روی هر کدام از اینا صحبت نمیکنیم چون موضوع بسیار طولانی میشه. معمولا شما باید همراه نوم و کلیه زیادتر آشنایی داشته باشین که شما بعدا روی اینا صحبت میکنیم. Implementation of these، چطور دسکتاپ انوایرمنت ها را سیستم لینکس تطبیق کرده و یوزر ها از او استفاده میکنه، یعنی چطور به یک یوزر محیط گرافیکی نشان داده میشه. در کل ما شما به یک ویندو منیجر نیاز می داشته باشیم. معمولا ویندو منیجر یا مو دیسپلی منیجر هم گفته میشه یا دیسپلی سرور هم گفته میشه، در حقیقت مسئولیت پروواید کردن محیط گرافیکی و مسئولیت پروواید کردن یک صفحه گرافیکی را در داخل سیستم ما شما می داشته باشه و هر یوزر ما شما ای که چطور با سیستم انتراکت بکنه تمامش توسط امی دیسپلی منیجر و توسط امی ویندو منیجر مدیریت میشه. مثلا فرض بکنین شما در روی یک دسکتاپ یک ویندو رو میبینین، امی ویندو توسط ویندو منیجر فراهم شده و هر وقتی که ما شما دیگه اپلیکیشن ها رو میخواین سر از رن بکنیم، مثلا فرض بکنین ما میخواین یک گیم را در روی محیط دسکتاپ لینکس رن بکنیم، همیشه در داخل سیستم عامل لینکس ما شما چیزی داریم به نام ویجت تول کیت که مجموعه از لایبرری هایی هست که از قبل موجود هست، یعنی ضرورت نیست یک پروگرامر گیم از اسکرچ تمام کد ها را خودش نوشته بکنه، بلکه از اون لایبرری ها میتونه استفاده بکنه و اپلیکیشن های گوی یا گرافیکال یوزر اینترفیس را به مو علاقمندانش فراهم بکنه. پس در کل یک دسکتاپ انوایرمنت شامل خود ویندو منیجر و اپلیکیشن ها هستند که معمولا به این خاطر ما شما یک ویندوینگ سیستم را می داشته باشیم که ویندوینگ سیستم یک انترفیس است بین خود اپراتینگ سیستم یا قسمت کرنل ما شما و بین خود ویندو منیجر. پس به خاطر اینکه ما شما یک ویندو من یک دسکتاپ انوایرمنت داشته باشیم، از ویندو منیجر و از اپلیکیشن ها و از ویندوینگ سیستم استفاده می کنیم. خب مشهورترین دسکتاپ انوایرمنت را که ما شما در لینکس می داشته باشیم نوم هست. نوم مخفف گنو نتورک آبجکت مدل انوایرمنت هست. ما شما گفته بودیم که گنو یک پروژکتی بود که برنامه های سافتیر هایی را می ساخت که به صورت فری در دسترس مردم قرار می داد. کودش هم اوپن سورس بود، هر کسی می تونست از کودها استفاده بکنه. پس نام هم مخفف گنو نتورک آبجکت مدل انوایرمنت هست و یه هم یک گرافیکل یوزر انترفیس هست به یوزرها در داخل سیستم لینکس که در اوبونتوی 20.04 در ریت هات 8 و همچنان در سنتوس، در فیدورا و در اکثریت دیستریبیوشن های سیستم لینکس امروزه به صورت دیفالت یا از قبل از این نوم استفاده میشه و نومی که امروز آمده نوم 336 هست که هم پرفورمنس خوب داره و هم لوک اند فیل یا مظاهر بسیار مقبول می داشته باشه، حتی از کامپیوترهای مک و از کامپیوترهای ویندوز 10 یا از ویندوز سیستم ویندوز 10 کرده هم امروز در حقیقت می انترفیسی که فراهم میکنه زیباتر و مقبولتر هست و جذب علاقه در بین مردم کرده در سال 2020. خب نوم انوایرمنت معمولا محیط را که نوم به ما شما فراهم میکنه به دو شکل هست، یکی به شکل استاندارد هست و دیگه به شکل کلاسیک که روی از اینا دو شکل متفاوتی از نوم میباشه و معمولا اینا از دو پروتکل یا مو از دو دیسپلی منیجر بسیار مشهور استفاده میکنن که یکی X11 هست و دیگه هم ویلند هست. X11 و ویلند هم امو دیسپلی منیجر هایی است که یا امو پروتکل هایی است که سرویس گرافیکل را در داخل سیستم عامل لینکس به شما فراهم میکنه و معمولا X11 از دیسپلی سرور X.org استفاده میکنه و ویلند از نومشل استفاده میکنه که معمولا ویلند را محیط های گرافیکی که توسط ویلند فراهم میشه و را به نام نومشل آن ویلند هم یاد میکنن. ما شما بعدا در درس بعدی به صورت گرافیکی هم روی لینکس کار میکنیم که از بخش ها یا از کمپوننت های متفاوت تشکیل شده در قسمت دیزاینش. مثلا ما شما اکتیویتی بتن را میتونیم داشته باشیم، داشبورد یا مو داک را میتونیم داشته باشیم، سرچ بار را میتونیم در محیط دسکتاپش داشته باشیم، نوتیفیکیشن ایریا میتونیم داشته باشیم، استاتس منیو، ورک اسپیس لیست و اندیکیتور استریک. باز ما شما ان شاء الله در درس بعدی به صورت گرافیکی همراه تمامی کامپوننت ها آشنایی حاصل میکنیم. خب محیط دسکتاپ دیگه یا دسکتاپ انوایرمنت دیگه مشهور که ما در سیستم لینکس داریم KDE هست یا K دسکتاپ انوایرمنت هست. اصلا KDE خودش یک کمیونیتی هست که به صورت فری سافت ویر ها رو دیولپ میکنه و دسترس عام مردم قرار میده
وی در سه بخش عمده فعالیت می داشته باشه که کلی پلازما هست که در حقیقت محیط دسکتاپی کلی هست که به ما شما فراهم میکنه، کلی فریمورکس هست که مجموعه سافتیر های فری رو دیولپ میکنه و دسترس عام مردم قرار میده و همچنین برالوی در کلی فریمورکس بعضی از لایبرری ها و فریمورک های فری رو هم در دسترس پروگرامر ها در سطح جهان قرار میدن و همچنین کلی اپلیکیشنز هست که سافتیر های به صورت فری و رایگان هست که توسط همی کلی کمیونیتی ایجاد میشن. معمولا از کلی پلازما ما در دیستریبیوشن های متفاوت استفاده میکنیم، مثل حتی در خیلی از دیستریبیوشن های قبلی که در لینکس میامد به صورت دیفالت از کلی استفاده میکردن، مثلا در داخل آپریتینگ سیستم کوبونتو، منجارو یا مثلا نت رانر، تمامی آپریتینگ سیستم های لینکس و دیستریبیوشن ها از همی کلی استفاده میکردن، ولی امروز زیادتر از امون نوم استفاده میکنن. خب کلی پلازما هم که یک آپریتینگ سیستم، یک محیط دسکتاپی است که در داخل آپریتینگ سیستم لینکس از استفاده میکنن و این محیط های دسکتاپ متفاوت را برای دیوایس های متفاوت فراهم میکنه، مثلا برای کامپیوتر های دسکتاپ هم محیط های دسکتاپی فراهم میکنه، برای اسمارت فون ها، برای تلویزیون ها و برای بعضی از گیم استیشن ها و همچنان برای بعضی از امبری دیوایس ها مثل دیوایس های آی او تی که ما شما می داشته باشیم یا اینترنت اف ثینگز و همچنان برای بعضی از میدیا سنتر ها همی فراهم میکنه. پس محیط های دسکتاپ متفاوتی توسط کلی پلازما فراهم میشه. خب در درس بعدی انشاءالله ما شما به صورت گرافیکال همراه سیستم لینکس کار میکنیم، اما چند اصطلاح رو شما فراموش نکنین. یک ای که دسکتاپ انوایرمنت هم محیط دسکتاپی است که توسط سیستم لینکس فراهم میشه و این نام های متفاوت می داشته باشه، مشهور ترینش نوم یا مو گنو نتورک ابجکت مدل انوایرمنت هست و کلی هست که مخفف کی دسکتاپ انوایرمنت هست. معمولا ما شما سیستم منیجر های متفاوت را می داشته باشیم که به نام مشهورترینش به نام X11 و ویلند هست که معمولا امروز زیادتر سیستم عامل لینکس کوشش میکنن از ویلند استفاده بکنه، چون هم فلکسیبل هست و هم لوک اند فیل بسیار خوبی را برای اپلیکیشن ها فراهم میکنه. امید است ویدیو برتان مفید واقع شده باشد. تا ویدیوهای بعد، الله حافظ.